این هفته در تماشا. حیات وحش از دید دوربین، نگاهی به صد عکس برگزیده از مناظر طبیعت و دنیای حیوانات. روزنامه نگاری، عشق ورزی و سیاست. فیلم بلمی از زبان بازیگران و دو کارگردانش. نقاشی‌های متافیزیکی جورجیو دکریکو در موزه هنرهای مدرن پاریس. هر سال موزه ملی تاریخ طبیعی بریتانیا مسابقه‌ای برای کشف بهترین عکاس حیات وحش برگزار می‌کنه. عکاس‌های از سنین مختلف، پیر، جوان و حتی بچه‌های زیر 10 سال هم با اشتیاق در این مسابقه شرکت می‌کنند و از نتیجه کارشون هم نمایشگاهی برپا میشه که واقعاً دیدنیه. مهران کامیاب به دیدن این نمایشگاه رفته و با یکی از عکاسای برتر امسال ملاقات کرد. یکی از راه‌های کشف طبیعت ثبت این تصاویر زیبا هستند. تصاویری که با پیشرفت تکنولوژی با سرعت و کیفیت بهتری به دست ما می‌رسد. تصاویری که لحظه لحظه شگفتی‌های حیات وحش رو برای ما ثبت می‌کنند. اینجا تعدادی از بهترین عکاس‌های دنیا کارهاشون رو به نمایش گذاشتن. گلچین 100 تصویر از بین هزاران عکس ارسال شده به این مسابقات ماه‌ها طول می‌کشه. عده‌ای از خبره‌ترین عکاس‌های دنیا که بعضیشون برندگان سال‌های قبل همین مسابقات بودن، روزها وقت صرف انتخاب عکس‌هایی می‌کنن که اصل باشن و کلک‌های نرم‌افزاری درشون استفاده نشده و از نظر تکنیکی کیفیت خوبی داشته باشه. هدف ما این بوده که مردم رو تشویق کنیم حیات وحش رو به صورت مجموعه ای از گونه های متفاوت در نظر بگیرن. برای همین هم عکس‌ها رو گروه بندی کردیم. گروهی داریم که به رفتار حیوانات اختصاص داره. حتی در گروه بندی عکسامون منظره های طبیعی رو هم در نظر گرفتیم. گروه های دیگه ای هم مختص به بچه ها به طور جداگانه در دسته‌بندی عکسامون قرار گرفتن. البته یک گروه هم داریم که هیچ محدودیت و مشخصه شامل حالش نمیشه. ما سعی کردیم در این گروه از عکس ها خلاقیت و آزادی فکر رو تشویق کنیم. در بخش عکاسان جوان این نمایشگاه، اینها عکس هایی هستند که عکاس های زیر 10 سال گرفتن. کیم، دختر عکاس اهل مالزی، این کفش دوز قرمز رو با لنز ماکرو عکاسی کرده. کیم میگه که همه موجودات حتی کوچکترینشون مهم هستن. لطفاً جنگل ها رو نابود نکنید. در بخش عکس‌های خبری این مسابقه، این عکس از دانیل بلتری اسپانیایی مقام اول رو به خودش اختصاص داده. این عکس پلیکان‌هایی رو که بعد از انفجار سکوی نفتی شرکت انگلیسی نجات داده شدن نشون میده. برای پاک کردن پرهای آغشته به نفت این پرنده‌ها از روغنی استفاده شده که سر و پارچه سفید زیر پای اونها رو نارنجی رنگ کرد. اینها عکس‌های دیگه‌ای از این عکاس از خلیج مکزیک هستند. اما یکی از عکاسای موفق این نمایشگاه پل گولدستین، عکاس انگلیسیه.
او به عنوان راهنما به نقاط دوردست دنیا سفر میکنه و عکس‌های زیبایی گرفته. سوال من از او این بود که عکاسی حیات وحش چه عکاسیه؟ اول از همه به اسمش نگاه کنید، حیات وحش. عکاسی از ماهی قرمز در تون یا از سگ اهلی جزء عکاسی حیات وحش نیست. حیوان باید وحشی باشه نه اهلی، و برای اینکه یه عکس حیات وحش خوب باشه باید یه لحظه خاص رو ثبت کرده باشه. اما اینها شروط اولیه هستن. به نظر من یه عکس خوب باید یه چیز فوق‌العاده توش باشه که آدم رو تحت تاثیر قرار بده، و این زمانی اتفاق میفته که عکس مبتکرانه گرفته شده باشه و راحت به دست نیومده باشه. وقتی به عکس‌های این نمایشگاه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریباً هیچ کدوم بر حسب تصادف گرفته نشدند. عکاس برای نزدیک شدن به سوژه‌اش خیلی صبوری به خرج داده. چیزی به عنوان یک عکس بی‌عیب و نقص از حیات وحش وجود نداره. برای همین هم این نوع عکاسی اینقدر مسحور کننده است. سالهاست که در این مسابقه شرکت میکنم و به نظر من این بزرگترین و بهترین مسابقه عکاسی حیات وحشه. دو تا از عکسای من در این مسابقه انتخاب شدن که من بهشون افتخار میکنم. یکی عکس از فلامینگوهاست. برای اینکه بابتش خیلی تلاش کردم. باید سر زمان مناسب اونجا میرفتم، هوا باید مناسب میبود، باید خطر میکردم. میدونستم که تنها 10 تا 15 دقیقه فرصت دارم تا خورشید طلوع بکنه و مه از بین بره. اون عکس دوم من یک کمی رمانتیک تره. در مورد یک یوز پلنگه، حیوانی که در خطر انقراض قرار داره. یوز پلنگ در خیلی از جاهای آفریقا پیدا میشه، حتی در خاورمیانه هم هست، در ایران هم دیده شده. داستان درباره یوز پلنگ مادر گرسنه است که میاد پیش 6 تا تولش روی یک درخت در منطقه ماسای مارا در کنیا. همشون روی درختن به جز یکی از توله ها. تنها چند لحظه طول کشید که همشون شروع کنن به پایین اومدن، و بودن من در اون لحظه گرفتن اون عکس رو ممکن کرد، وگرنه فشار دادن دکمه شاتر اصلا کاری نداشت. من این حس رو ندارم که از این خانواده به نفع عکاسیم سوء استفاده کردم، بلکه اینطور بهش نگاه میکنم که من با همدردی با اونها و درک موقعیتشون اون لحظه رو ثبت کردم. این حس همدردی و درک موقعیت حیوانات در عکاسی حیات وحش خیلی مهمه. هرچه بیشتر در موردش تحقیق کنیم بیشتر اونها رو درک میکنیم و عکس بهتری میگیریم. سری روسوی فرانسوی این عکس رو گرفته. او در ارتفاع 2000 متری در اون سرمای کوههای آلپ باورش نمیشد که صدای قورباغه‌هایی رو که برای جفتگیری آواز میخونن بشنوه. او میگه که قورباغه‌های نر روی هر جنبنده‌ای میپریدن. حتی به دوربین و لنز من هم رحم نمیکردن. او با نصب 2 فلاش بر روی دوربین نور زیر و روی آب رو تنظیم کرده و این عکس رو گرفته. جالب تر این که این دو قورباغه هر دو نرهایی هستند که به اشتباه روی هم سوار شدند. پل ما رو به دفتر کارش دعوت کرد، جایی که وسایل کارش رو نگهداری میکنه. تقریبا 95% عکسامو با این لنز واید میگیرم. بذار یکی از دوربین هامو نشونتون بدم. دوتا ازش دارم. باید دوتا دوربین داشته باشی. فایل های دیجیتال هم من با این میگیرم. با دوربین های دیگه چندان تفاوتی نداره. مموری کارت روش میذارم و وقتی پر شد عکسامو میریزم روی لپتاپ. این دوربین توانایی های دیگه هم داره. آیا من با همه توانایی های این دوربین آشنام؟ پاسخ نست. من فقط 10% توانایی این دوربین رو میشناسم، اما به خوبی واردم که همین 10% چطور کار میکنه. برای اینکه خیلی مهمه که اصول اولیه رو بلد باشی و بتونی به سرعت ازشون استفاده کنی. لنز جلوی دوربین قرار میگیره. بیشتر عکسام رو با لنز واید میگیرم. لنز واید برای منظره خیلی خوبه و همینطور برای گرفتن عکسی که حیوان رو در محیط زندگیش نشون میده. این لنز 16 تا 35 میلیمتریه.
اما خیلی از عکسام رو با این رفیقم میگیرم. ممکنه فکر کنید که این شبیه یه موشک یا یه وسیله درب و داغون، اما برای من هر کدوم از این آسیب‌ها یک نشانه افتخارند. بهتره بدونیم حتی اگر بهترین تجهیزات رو داشته باشی، مهارت و تیزبینیه که مهمترین عامله. پل میگه که گرچه شانس نقش مهمی در گرفتن یه عکس خوب ایفا میکنه، این تمرین و پشتکاره که برای آدم خوش شانسی میاره. به نظر من زمان مهمترین امتیاز در عکاسی حیات وحشه، چه عکاسی در تعطیلات باشه، چه عکاسی غیر حرفه‌ای باشه و چه برای نشنال جغرافی یا هر جای دیگه ای کار کنی، زمان برای عکاس ارزشمندترین عنصر کاره. برای من در بیشتر مواقع عکس اونقدر مهم نیست که گونه حیوانی که ازش عکس گرفته شده مهمه. بنابراین فقط در صورتی عکس از یک حیوان معمولی میتونه جالب باشه که یک عنصر فوق‌العاده تاثیرگذار توی اون عکس وجود داشته باشه. ولی اگر عکس از یک حیوان کمیاب باشه، این عکس به خودی خود ارزشمند میشه. محبوب ترین عکس حیات وحش من مال 2 سال پیش بود. صحنه رو تصور کنید. ما روی یک کشتی یخشکن بودیم که شنیدیم لاشه یکی 2 ساله یه نهنگ اونجاست. یه خرس قطبی و بچهش به لاشه این نهنگ نزدیک شدن. ما زدیم به آب و تا چند دقیقه مونده به نیمه شب اونجا موندیم. خرس قطبی مادر طولش رو به سمت لاشه هدایت میکرد. طول خرس هم دنبالش میرفت و احتمالاً میشه خودش فکر میکرد که مامان الان یه چیزی میده من بخورم. رسیدن به لاشه برای اونها آسون نبود. استخونهای نهنگ از آب بیرون بودن. خرس ماده قسمت رو بالاخره به دندون میگیره. طول خرس میفته توی آب. میاد بیرون، دوباره میفته توی آب. خودش رو میتکونه. من 50 متر دورتر بودم. تا زانو توی آب سرد بودم و به اونها از توی لنز دوربینم نگاه میکردم. بیشتر وقتم به تماشا کردن اونها گذشت. باید انتخاب میکردم چه لحظه‌ای رو میخوام صرف کنم. نیم ساعت رویایی رو با اونها رو گزارش بعدی درباره یک اینستالیشن یا چیدمان اثر سانگ دانگ هنرمند چینیه. در این کار سانگ دانگ تمام دار و ندار یک عمر زندگی مادرش رو به نمایش گذاشته. جمع‌آوری این اشیا و نمایش اونها در واقع راهی برای مواجهه با گذشته و تأمل درباره اونه. همه کفش‌ها اینجان، هر کدوم قصه خودشونو دارن. خاطرات از دست رفته‌ها، دلبستگی‌ها و خانواده. 10,000 شعی که اینجا جمعن بازمانده یک عمر زندگی سانگدانگ و مادرش هستند. ملافه ها و رواندازها، بطری ها و کیف ها و اشیای دیگری که در زندگی روزمره هر چینی کاربرد دارن. وقتی این طرح رو اجرا می کردم، چیزهای زیادی از مادرم درباره نسل اونا یاد گرفتم. حالا اون دوره رو عمیقاً می شناسم. این کار تأملی درباره میراث انقلاب فرهنگی چین که در سال 1966 میلادی آغاز شد. در طول این دوره آثار هنری و مکانهای تاریخی بسیاری آسیب دیدند یا نابود شدند. در دوره ما و مردم موظف بودند هر چیزی رو که نسبتی با میراث کهن، افکار و عادات قدیمیشون داشت نابود کنند. چسبیدن به گذشته میتونست تبعات بسیار سنگینی براشون داشته باشه. سانگ دانگ میگه کارش درباره تداومه. مادرش 3 سال پیش مرده و این کار به او کمک میکنه یاد اونو زنده نگه داره، درباره زندگیش بیشتر بدونه و او رو بهتر بشناسه. خب هر بار که این کار رو نگاه میکنم به نظرم تنها یک چیدمان نمیاد، بیشتر شبیه یه پروژه خانوادگیه. باعث شد همه اعضای خانواده دوره هم جمع بشن، با هم اوقاتی رو بگذرونن و درباره گذشته و تأثیر اون در آینده حرف بزنن. از دید من هنر خود زندگیه. شیء مورد علاقه من در این نمایشگاه این صابونا هستن. این کار تنها درباره سرگذشت یک خانواده نیست. تأملی درباره نسلی که ساده و صرفه‌جو زندگی کرده. تماشای این کار در دل یک جامعه مصرفی میتونه ارزش‌های جامعه امروزی رو برای بعضی از مخاطبان به چالش بکشه. نوبت میرسه به معرفی فیلم هفته. فیلم بلمی که اقتباسی سینمایی از رمانی فرانسوی نوشته گی دو موپاسان.
بلمی ماجرای جوانی خوش سیما اما نه چندان زحمتکش به نام جورج درو است. جورج درو، you look terrible. Let me buy you a drink. So what have you been doing all these years? I only just got out. I'm hoping for better luck in Paris. You couldn't look out at a better time. Paris is filthy with money. Even the whores are getting rich. Why don't you come to dinner tomorrow night? Come and meet my wife. فیلم درباره مردی جوان، رذل و در این حال خوشقیافه است که خیلی زود میفهمه میتونه به کمک زیبایی ظاهرش در جامعه پیشرفت کنه. اون با فریب دادن زنان با نفوذ پاریسی که بیشترشون با مطبوعات و روزنامه‌ها در ارتباطن، راه خودش رو به طرف ترقی باز میکنه. در واقع از شیفتگی زنان و همخوابگی با اونها سوء استفاده میکنه تا به اوج قدرت برسه. خب طرف واقعا آدم بدیه که در نهایت هم هر کار بدی انجام میده و موفق هم میشه. نه درسی میگیره و نه ذره احساس تقصیر میکنه. The government are trying to take Morocco. Yes. For the good of the Moroccan people, of course. But surely nobody wants a war. That won't stop them. No, but we will. Think of it. An eyewitness view. A handsome young soldier on the frontier, homesick and alone. روابط عاشقانه در این داستان ابزار پیشبرد اهداف هستند. هر جا دل آدما حقیقتاً گیر میکنه کار خراب میشه. به نظر میرسه مجموعه ای از روابط عاشقانه سازمان یافته کل ماجرا رو پیش میبره. I'm so glad you called. I'm gonna see you again. I'll come to you tomorrow. قهرمان داستان میخوره به طور یه عده آدمی که مشغول پول پارو کردنن. اونا هر کدوم در اون توانایی رو میبینن که اون خودش در خودش سراغ نداره. اون به مرور گرفتار خود بزرگ بینی میشه. نکته جالب دیگه در مورد فیلم اینه که به مجموعی از مسائل دنیای مدرن میپردازه. مسئله سوء استفاده از ابزار رسانه‌ای مطرحه. مسئله تصرف یک کشور عربی با دروغ گفتن به ملت و به هدف غارت منابع طبیعی اون کشوره. اینکه چطور رسانه‌ها میتونن در این ماجراها با دولت همدست بشن یا نه. درباره نقش جنسیت و شهرت هم هست و اینکه کسی چطور میتونه با استعدادی ناچیز به جاهای بالا برسه. I want the word on the front page of every newspaper. I want it on every wall and every shop window. I want every man, woman and child to know that this government is lying. Forestier can dig something up. What's that? What? You just called me Forestier. Oh, force of habit. Don't be offended. It's a easy mistake to make. How do you mean? And we should look into troop movements, logistics. من نقش زنی رو بازی میکنم که اگه در دوران دیگه‌ای به دنیا میومد حتما زن شاغل موفقی میشد، اما در زمان خودش تنها نقشی که میتونسته ایفا کنه نقش همسر بوده. Do you want to be the man who put down the government? Or do you want to be the بلمی محصول کارگردانی مشترک دو همکار تئاتری پرسابقه است. یکی نویسنده و کارگردان تئاتر و دیگری طراح صحنه است. تفاوت‌های دو مدیوم سینما و تئاتر چالش بزرگی برای این دو یار قدیمی بوده. فرق طراحی کردن و میزانسن چیدن در تئاتر و سینما اینه که سر صحنه فیلم شما فرصت زیادی برای تمرین در فضا رو ندارین. باید در همون نیم ساعت وقتی که دارین بر اساس بازی بازیگران در فضا صحنه رو کارگردانی کنید. وقتی نیست که بخواید حرکت‌ها و آرایش‌های مختلف رو امتحان کنید. امیدوارم این باعث بشه صحنه‌ها بر پرده سینما زنده‌تر به نظر برسن. I've waited for a word from you. I despise you! Why do you come back to me? I don't know. نمایشگاه از آثار جورجیو دکریکو، نقاش ایتالیایی و بنیانگذار جنبش نقاشی متافیزیک در موزه هنرهای مدرن پاریس برپاست.
بیش از 60 اثر در این نمایشگاه به نمایش درآمده و بخش عمده از این آثار شامل آخرین دوره کارهای دکریکوه که سالها در آتلیه شخصی اون و در اختیار همسرش بوده. ایزابلا دکریکو همسر هنرمند پیش از مرگش وصیت کرده تا این مجموعه آثار به این موزه واگذار بشه. گزارش اختصاصی تماشا از این نمایشگاه رو ببینید. ویژگی این نمایشگاه به عنوان موزه دکریکو در دل موزه هنرهای مدرن پاریس، رابطه دکریکو و شهر پاریس. جیورجیو دکریکو در طول زندگی هنریش سفرهای متعددی به فرانسه کرد. اون برای اولین بار قبل از جنگ جهانی اول و در سال 1911 به این کشور اومد. و هنگامی که در دهه 1920 به پاریس بازگشت، آثارش مورد استقبال منتقدان شناخته شده هنر آوانگارد پاریسی مثل گیوم آپولینر قرار گرفت. بدین ترتیب موفقیت عمده دکریکو از شهر پاریس آغاز شد. او تا پایان عمرش ارتباط نزدیکی با حلقه روشنفکران و هنرمندان پاریسی داشت. جیورجیو دکریکو در تاریخ 10 ژوئیه 1888 در شهر ولوس یونان به دنیا آمد و پس از مرگ پدر به همراه خانواده به ایتالیا رفت. دکریکو زمانی که تنها 20 سال داشت تحت تأثیر فیلسوفانی چون نیچه، شوپنهاور و وینینگر با ارائه مجموعه آثاری که خود آن را نقاشی متافیزیک نام نهاد موفقیت چشمگیری به دست آورد. نقاشی متافیزیک در کنار مکتب فوتوریسم و با هدف انتقاد به دنیای متأثر از تکنولوژی و خشونت جنگ شکل گرفت. دکریکو برای گریز از دوران سخت پس از جنگ جهانی اول و در جستجوی معنای زندگی قدم در راه سفری شخصی و درونی گذاشت. آنجایی که رویا و معما جایگزین واقعیت و روزمرگی زندگی می شوند. در نقاشی متافیزیک فرای منطق رایج، استعاره و رویا پایه‌های اصلی گذر از واقعیتند. میدان‌ها و آرک‌های معماری ایتالیایی، مجسمه‌ها، مانکن‌ها و اشیای روزمره که به شکل غیر معمولی در کنار یکدیگر و در فضایی پر رمز و راز قرار گرفتند. فضاهای خالی، استفاده اغراق‌آمیز از نور و سایه از یک سو و تضاد بین دقت واقع گرایانه در طراحی اشیا و حال و هوای شاعرانه فضا از سوی دیگر به وهم این آثار می افزاید. نگاه منتقدانه و نامتعارف دکریکو هنرمندان بسیاری را به خصوص در جمع روشنفکران پاریس تحت تأثیر قرار داد، به طوری که پایگزاران سورئالیسم او را استاد و الهام بخش این مکتب می دانستند. پس از تأملی در سنت نقاشی‌های کلاسیک، دکریکو با خلق آثاری نو، نقاشی متافیزیک را به گونه‌ای دیگر مرور کرد. هنر او تجلی نقاشی از طریق بازآفرینی و بازنگریه. برای مثال، دکریکو در جوانی مانکن‌هایی را می‌آفرید که برای زندگی در دنیای ما انسان‌ها ساخته نشده بودند. این موجودات ماشینی به مرور در آثار مؤخر او بعد از دوره متافیزیک، مانند آثاری چون آنتیگون یا تابلوی هدیه‌ای به جوپیتر، جنسیت، احساسات و دست و پای انسانی پیدا کردن. اونا کودکانی در آغوش دارن، سر بر شانه یکدیگر می‌ذارن، گویی از دنیای متافیزیک پا به زمین انسان‌ها گذاشتن. دکریکو در این دوره انسانی را به تصویر می‌کشد که جهان خیش را در درون خود حمل می‌کند. او این نکته را به خوبی در تابلوی بازگشت اولیس به تصویر می کشد، مردی که تنها در اتاق و در ذهن خود بر روی امواج سفر می کند. جیورجیو دکریکو که در جوانی به اوج محبوبیت و شهرت رسید، همیشه در خلاف جریانهای هنری رایج حرکت کرد و هیچگاه حاضر نشد خود را و هنرش را تکرار کند. او همواره با انتقاد از هنر مدرن
به بازگشت به سنت‌ها و مهارت‌های نقاشی کلاسیک باور داشت. دکریکو در مقاله‌ای در سال 1919 در مجله هنری والوری پلاستیچی نوشت: استادان ما قبل از هر چیز طراحی را به ما آموختند. طراحی، هنر والا و پایه تمام ساختارهای قدیمی، اسکلت هر هنر درست و حسابی، قانون جاودانه‌ای که هر هنرمند باید آن را دنبال کند. طراحی که توسط نقاشان مدرن انکار، نفی و کج و کوله شده است. من میگویم طراحی باز خواهد گشت، نه به معنای دوباره مد شدن، آنطور که در تحولات هنری امروز گفته می شود. طراحی باز خواهد گشت چرا که نیازی است اجتناب ناپذیر. رسیدیم به پایان برنامه. برنامه ما رو روی وبسایت BBC فارسی هم میتونید ببینید. bbcpersian.com/tamasha. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ایمیل کنید. آدرس ما هست tamasha@bbc.co.uk. اگه خواستید میتونید از طریق صفحه ما در فیسبوک هم با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی.